دف سامخ واو عمود الف رو شروع میکنیم از سامخه عمود بیت نه خط از پایین. یه بار دیگه عمر ابیه میفرمد ابیه عمر لو اد اخاد، یک شاهد میاد میره به روبن میگه روبن آخل تا خلب، تو پی خوردی و غیر عمد باید قربان خطات بیاری و حالا شتق. روبنم سکوت میکنه، نعمان یه شاهد رو قبول داریم و روبن بعد اینجا بره قربان خطات بیاره، همونطوری که پاسخ میفرماید او هدا الاو خطاتو اشر خطا، پاسخی که در مورد قربان خطات صحبت میکنه. و تانا تونا، همینطور اما یاد گرفتیم توی میشنا آمر لو ادخاد، اگه یه شاهد بیاد بگه آخل تا خلب، تو پی خوردی و حالا عمر، و شخص بگه لو آخلتی، نخوردم، چی میگی علکی، پاتور از اوبردن قربان خطات پاتوره، تعمد آمر لو چون گفته نخوردمه که پاتوره، ها ایشتیق مهمان، ولی اگه سکوت بکنه قبولش داریم و بعد شخص قربان خطات بیاره. اینجا حالا مخلوقته بین تصفت و ریشونیم، اگه شخص بگه من نمیدونم، تصفت میگه اگه من نمیدونم سکوت نکرده، پس اینجا از قربان خطات رو بردن پاتوره، ریشونیم دیگه میگن من نمیدونم مثل سکوت میمونه. و خیابه مورد دوم و عمر ابیه، ابیه میفهمید عمر لو اد خاد، یه شاهد میاد میره یقه روبن رو میگیره میگه آقای روبن نیتمه او تاهو روتخا، میوه های تاهور تو تامه شده و حالا شتق. آقای روبن سکوت میکنه، نعمان شاهد رو قبول میکنیم، شتیقا که هدعا، اگه بگه نمیدونم اینجا طبق تصفت شاهده رو قبول نداریم. حالا و تا ناتونا و ما تو برایتا خوندیم اد خاد عمر، اگه یه شاهد بیاد بگه طبق گیرسای مسور تشست نیت متا تو تامه شدی و حالا عمر، و شخص بگه لو نیت متی، نه من تامه نشدم، پاتور، اینجا میگیم شخص تاهره، تا اماده عمر لو چون میگه تامه نشدم میگیم تاهره، شاهد رو قبول نداریم، ولی ها ایش دیق مهمان، اگه سکوت بکنه شاهد رو قبول میکنیم. همینطورم وقتی میگه میوای تو تامه شده، اگه سکوت بکنه یه شاهد رو قبول میکنیم. و عمر ابیه مورد سوم، ابیه میفرماید عمل و ادخاد، یه شاهد میاد یقه روبن میگیره میگه آقا روبن شورخا نیربع، گاو تو باش رابطه داشتن و برای قربانی بالا میزبخ آوردن پاسول شده و حالا شتق. آقای روبن سکوت میکنه، نعمان یه شاهد و قبول داریم. و تا ناتون، همطور ما تو میشنا خوندیم وش نعبدا بو عورا، اگه با حیوانی عورا صورت گرفته باشه، مردی رابطه داشته، وش همیت یا گاوه زده آدم کشته، الپی ادخاد بر حسب شهادت یک شاهد او الپی هب آلیم یا بر حسب شهادت صاحبش نعمان، این تک شاهد یا صاحبش رو قبول داریم که این حیوانه برای میز بیخ پاسوله. های الپی ادخاد، هی خیدامی، که میگیم بر حسب شهادت یک شاهد مورد چیه؟ ایدقا مدوب آلیم، اگه صاحب داره اعتراف میکنه به حرف اون یک شاهد، این میشه چی؟ هاینو الپی هبه آلیم، میشه بر حسب شهادت صاحب الالا عبد شاتیق. پس اینجا باید یاد بگیریم که صاحب سکوت کرده و شهادت یک شاهد رو قبول داریم که گاوه طرف باش رابطه داشتن. پس اینجا ما سه مورد داشتیم، یکی میان به روبن میگن روبن تو خلب خوردی، یا میان میگن آقا روبن میوای تاهر تو تامه شده، یا میگن آقای روبن گاوه تو باش رابطه داشتن، یه شاهد رو قبول میکنیم. اوت سریخا، و من هر سه تا گفته ابیه رو لازم دارم به طریقه لوزو افزو دی اشم اینان ها خاقامیتا، چون اگه فقط مورد اول رو به من میگفت میگفتم سکوت روبن یعنی علامت رضاست که خلب خورده، میگفتم ایلاف ده قیمله به نفشه ده آود، اگر این شخص خودش 100%
مطمئن نبود که خلف خورده، خولین و عزارا لعب میته، نمی اومد علیکی قربان خطات بیاره به خاطر خطایی که نکرده که بشه خولین و عزارا. اول نیتم او تاهور و تخا، ولی این که شاهد اومد گفت آه میوای تاهورت تامه شده، میمر امرینان. شاید اینجا ما بگیم هاید شاتیق، این که روبن سکوت کرده نه با خاطری که داره به شاهد اعتراف میکنه ها، دساور خازیله بیمه توم آتو اهمیت نمیده، میگه خب ها، میگه این میوه تامه شده باشه، میوه ها رو در زمانی که من تامه هستم میتونم استفاده بکنم، و چون براش به اون صورت فرق نکرده سکوت کرده. و ای اشمعینان ها، و اگه این مورد دوم به من میگفت میشوم دقا مفسید له، به خاطر این که اینجا داره ضرر میکنه. ضررش چیه؟ بیمه تاهوراتو، روزهایی که تاهوره نمیتونه این میوه ها رو بخوره. اینجایی که میگیم سکوتش علامت رضاست، اول شروع نیربه، ولی اینکه اومده شاهده گفته او گاوه تو باش رابطه داشتن، میمه آمر، من میتونم بگم کل هشواریم لاب لگه به میزبه یخ قیمه، همه گاوه ها که برای استفاده بالا میز بخ بردن که نیست، میتونه از گاو طرف استفاده دیگه هم بکنه، باش میتونه شخ بزنه، میتونه شخیتاش کنه، همینطوری بخوره. اینجا چون براش فرق نمیکنه اومده و سکوت کرده سریخا، بخاطر این هر سه مورد من لازم دارم. ایبای لهو سوال شد ایشتو زینتا به اد اخاد، اگه یه شاهد بیاد به مردی بگه بله زن تو زنا کرده و شوتق و شوهر سکوت بکنه، مهو اینجا دین چیه؟ مخلوقت. آمر ابای نعمان، ابای میگه ما یه شاهد و قبول داریم. راو آمر اینو نعمان، راو میگه نه یه شاهد و قبول نداریم که این زن رو شوهرش آسور بکنه. هفه داوارشه به اروا، این موضوع ارواه و این داوارشه به اروا پاخت میشه نیم، و حداقل ما دو تا شاهد لازم داریم برای داوارشه به اروا. آمر اویه مینا امینالا، اویه میگه من از کجا برات ثابت میکنم که اینجا ما یه شاهد و قبول داریم؟ دههو سمیا، چون یه شخص نابینا بوده، دههو مصدر متنیاتا قمه دمر شموئل، که زمان معین داشته برای خزارا کردن میشنایوت و برایتا جلوی شموئل. یوم خد نگهله بلو هوقاته، یه روز این کوره دیر میکنه و نمیاد تا هوا تاریک میشه. شادر شلیخا ابتره، شموئل یه شالیخ میفرسته دنبالش، ببین چرا این نیمده. ادا زیل شالیخ به خدا ارخا، در حینی که شالیخه داشته از یه طرف میرفته دنبال این شخص نابینا، آتا ایهی به خدا، اون شخص کور از یه راه دیگه میاد پیش شموئل. کی آتا شالیخ، شالیخ البته پیداش نمی کنه. وقتی بر میگرده شالیخ، آمر میاد به این کوره میگه ایشتو زینتا، زن تو زنا کرده. آتا لقمه دمر شموئل، شخص کوره میاد جلوی شموئل میگه ببینم زن من رو من آسوره یا نه. آمرله شموئل بهش میگه نگاه بکن ای مهمان لاخ، اگه تو به این شالیخه اطمینان داری زیل اپقا، برو به زن طلاق بده، و ایلو لو تپیق، اگه بهش ایمان نداری طلاقش نده. مای لاف ای مهمان الاخ دلاو گز لاناهو، مگه نه که منظور اینه که اگه تو بهش ایمان داری که این شالیخه دوز نیست و پاسول لعدوت نیست و شهادتشو قبول داری، برو زنتو طلاق بده. پس اینجا شهادت یک شاهد رو ما قبول داریم. و راوا، راوا میگه نه بابا جون، اینجا منظور شموئل این بوده ایمه ماندلاخ که بی تری، اگه تو این شالیخه رو به عنوان دو نفر قبول داری زیل اپقا، برو زنتو طلاق بده. و ایلو، اگه به اندازه دو نفر قبولش نداری لو تپقا، زنتو طلاق نده. پس راوا میگه از اینجا نمیتونی آقا یه دلیل بیاری که ما یه شاهدو قبول میکنیم که بگه زنتو زنا کرده. و آمر ابیه مینا امینالا، ابیه میگه میدونیم از کجا بهت میگم که یه شاهدو قبول داریم؟ ده تنیا ما خوندیم معصه به ینای هم ملخ، اتفاق افتاد با ینای هم ملخ،
پادشاهی بود از کهنیم از خانواده خشمنایی ها، شهالخ لخو خلیت، که میره یه محلی به اسم کوخلیت شه و میدوار تو بیابون و خیبش شام شیشیم کراخیم و اونجا میره 60 تا دهات رو تسخیر میکنه. او به خزاراتو هایا سامی اخسیمخا گدولا در راه برگشت خیلی خوشحال بوده به قارال خول خخمه اسرائیل و میاد دعوت میکنه همه خخامیم اسرائیل رو و یه سعودای بزرگ. اما اللهم یه نعی و خخامی میگه اووتنو هایو اخلیم ملوخیم، پدرهای ما سبزیجات میخوردن. بیزمنشاهی اسقیم ببینین به تمیق داشت وقتی که مشغول بودن در ساختن بیت شنی، یعنی از لحاظ مالی فقیر بودن، از گلا اومده بودن و خرجشون زیاد بود که بخوان به تمیق داشت و بسازن. قضاشون چی بوده؟ سبزی. اف آنو نخل ملوخیم زخر لب و تنو، ما هم میام این سبزی مخصوص رو میخوریم به عنوان یاد بود از پدرامون. میفرماید رشی بین تصافت راوا و حاقم اف آنو نخل ملوخیم لیهیوت زخر لعنی ابوتنو، به خاطر یاد بوده فقر پدرامون. اول هدوت لیفنه اقدش باروخو شهید لیخانو و هش ایرانو، و مدح میکنیم به این طریق اقدش باروخو رو که موفق کرده ما رو و ما رو ثروتمند کرده. و هلو ملوخیم ال شولخانوت شل زهاب و اخلو، و آوردن این سبزی ها رو گذاشتن رو میزهای طلایی و خوردن. و هایا شام اخاد ایش لتس، و اونجا یه شخصی بوده یه مرد مسخره لو رع بدقلب اولیعل شخص شریر و الازار بن پوئیرا شمو، اسمش الازار بن پوئیرا بوده. و یومر الازار بن پوئیرا لینای هم ملخ، این الازار میاد به ینای میگه ینای هم ملخ لیبام شل پروشیم آلخا، قلب این خخامیم ها بر علیه توه، نسبت به تو تنفر دارن. اوما اعسه، ینای میگه خب من چیکار بکنم که بدونم آیا اینها قلبشون با منه یا نه. میگه حاقم لاهم بطسیت شبین انخا، میگه کاری نداره، بیا این سیتس کوهنگادولو قرار بده بین چشمات رو پیشونیت قرار بده، آیا ببین به تو اعتراض میکنن یا نه. حقیم لاهم بطسیت شبن اناو، میاد سیس رو قرار میده رو پیشونیش بین چشماش. هایا شام زاغن اخاد، یه زاغنی بوده بین خخامیم ویهودا بن گدیدیا شمو، اسمش یهودا بن گدیدیا بوده. هیام یهودا بن گدیدیا لینای هملخ، میاد این یهودا به ینای میگه ینای هملخ رو لاخ کتر ملخوت، نگاه بکن این تاج پادشاهی بستته، هنخ کتر کهونا لزر اوشل اهرون، این تاج کهانت رو سیس رو بذار برای نسل اهرون. آی ینای هم خب کهن بوده، میگه نه شاهیو عمریم میگفتند در مورد این ینای که ایمو نیشبت به مدیعیم، که مادرش توسط غیر اسرائیل ها به اسارت برده میشه در محلی به اسم مدیعیم، و بعد میاد پدر ینای باش ازدواج میکنه و این ینای رو به دنیا میاره، که ینای اگه بگیم مادرش به اسارت برده شده بوده برای کهن پاسوله، ینای میشه خلال، اینطوری میگفتن. وی وقش هداوار ولو نیمسا، میرن جستجو میکنن ببینن آیا این حقیقت داره یا نه، و پیدا نمیکنن که این راست باشه. بیبادلو خخم اسرائیل به زعم، و جدا شدن خخامیم اسرائیل از ینای هملخ به خاطری که ینای روشون عصبانی شد. و یومر الازار بن پوئیرا لینای هملخ، این دوباره این لتس بیبندوبار میاد میگه ینای هملخ هدیوت شبه اسرائیل کخ هو دینو، میگه اگه این خخمه اسرائیل اومده بودن یه آدم معمولی رو مسخره کرده بودن، دینش این میبود که خجالتش که دادن تحمل بکنه. چی؟ ولی تو پادشاهی و عطا ملخ و کهنگادول کخ هو دینخا، تو هم پادشاهی هم کهنگادولی، اینطوری باید با تو رفتار بکنن؟
که خجالتت بدن. اوما اعسه، گفت چیکار خوب بکنم؟ ایم اتا شومه یل اجساتی، گفت اگه به مشورت من گوش بدی رمسم، لگد مالشون بکن، بکششون. و تورا امته آله ها، یه نهی پرسید خب چی تو سر تورا چی میاد؟ اگه خخامیم از بین برن تورا از بین میره. گفت هره که روخا امونه خط به غیر انزاوید، گفت نبا جون، تورا سفر تورا پیچیده و قرار گرفته یه گوشه، کل آروته لیلمود یا وو ویلمود، هل کس بخواد میتونه بره تورا یاد بگیره، خخامیم لازم نداریم. اما رب نخمان بر اسحاق، رب نخمان بر اسحاق میفرمید میاد نیز رقابو اپی قورسوت، همون لحظه فکر کفر وارد یه نهی هم ملک شد. دهو لله میمر، باید بود بگه بابا جان تی نخ تورش بیختاف تورش به الپه می. خب حالا تورا پیچیده اون گوشه قرار گرفته، هر کی بخواد میتونه بره تورش بیختاف یاد بگیره، ولی برای یادگیری تورش به الپه ما خخامیم لازم داریم. یه همچین سوالی رو یه نهی هم ملک نپرسید، فکر کافری اومد تو سرش. میاد و نوتسات هارا الیده الازار بن پوئیرا، همونجا فوراً رشد میکنه این بدی توسط الازار بن پوریا. و یه هارگو کل خخم اسرائیل، توسط یه نهی هم ملک میزنن تموم خخم اسرائیل رو میکشن. و هایا ها اولام میشتومم، و دنیا از تورا متروکه شده بوده. از شبا شیمون بن شاتخ و هخزیر تا تورا لیوشنا، تا اینکه شیمون بن شاتخ برادر زن یه نهی هم ملک، که زن یه نهی هم ملک یا باشه کی قایمش میکنه که بلا سرش نیاد، و اون میاد و تورا رو بر میگردونه به حالت اولش. حالا از اینجا ابایی میخواد ثابت کنه که یه شاهد اگه بیاد بگه زن تو زنا کرده ما قبولش داریم. گمار میگه هی خیدامی، این مادرش که پاسول بود چون به اسارت برده شد، بعد رفتن چک کردن چیزی پیدا نکردن، اینجا چی بوده موضوع؟ ایلی ما دبیت ری امری، اگه دو نفر بودن که میگفتن ایشتبای، که این مادرش اسیر شده بوده، او بیتره امری لو ایشتبای، و بعد دو تا شاهد دیگه میان میگن نه مادر این اسیر نشده بوده، مای خازی تدسم خط اهانی، چرا میای رو دو تا شاهدای دومی تکیه میکنی؟ سه مخ اهانی، روی دو تا شاهدای اولی تکیه بکن. الا به اد اخات، پس اینجا یه دونه شاهد بیشتر نبوده که مادرش اسیر شده، و دو تا شاهد میان میگن نه اسیر نشده. و تما دقام مخخشیله بیتری، و چون این یک شاهد و دو تا شاهد تکذیب میکنند، ما یه شاهد رو قبول نداریم. حالا هاخی، اگه دو تا شاهد نبودن که یه شاهد رو تکذیب بکنن، مهمان، ما یه شاهد رو قبول میکردیم که توسط شهادتش بگیم مادر یه نهملخ به اسارت برده شده و برای که هونا پاسوله. و همینطور هم بیایم یه شاهد رو قبول بکنیم که بگه این زنه رو شوهرش آسوره رفته زنا کرده طبق گفته ابیه. و راوا میگه نه بابا جون، لولام تری و تری، واقعا اینجا دو تا شاهد بوده که گفته به اسارت برده شده، دو تا شاهد میان تکذیب میکنن. او که ده آمر رو اخا بر رو منیومی، و همونطوری که جای دیگه رو اخا بر منیومی جواب میده به اده حزاما، داریم در مورد شاهدهایی صحبت میکنیم که دو تا شاهد اولی رو حزاما میکنن، میگن شما با ما بودی، که اونجا شاهد دومی ها رو قبول میکنیم. ها خانامی به اده حزاما، اینجا هم دو تا شاهدها میان میگن چی شما دو تا شاهدا میگید که این مادر یه نهی ملخ به اسارت برده شده بوده فلان روز فلان زمان؟ شما اون روز اون زمان اون تاریخ اون ساعت با ما بودید، به خاطر هم این شاهدای دومی رو قبول میکنیم. و ای بای تیما، اگه از اون جواب اول خوشت نیمد که در ربی اسحاق، میتونم به جواب بدم مثل ربی اسحاق، دام ربی اسحاق شیفخا هیخنیس و تخته ها، واقعا دو تا شاهد اول میان میگن این مادر یه نهی ملک به اسارت برده شده، و دو تا شاهد میان شهادت میدن میگن آره به اسارت برده شد، ولی فوراً اومدن رفتن و یک کنیز جای مادر قرار دادن و
مادره را از اسارت نجات دادن، وقتی نبوده که بخوان باش خطا بکنن. و آقای عبای شما نمیتونه از اینجا ثابت بکنی که یه شاهد رو قبول داریم که بگه زن تو زنا کرده. شما شم نصف نسلی اخ شروع میکنیم دف سامخ و و مودوت از سامخ و و مودالف آخرین کلمات آمر راوا. اینجا مخلوقت بود بین عبایه و راوا که اگه یه شاهد بیاد بگه فلانی زن تو زنا کرده، عبایه گفت ما یه شاهد رو قبول داریم، راوا گفت ما یه شاهد رو قبول نداریم. میفهمید راوا مینا امین الله، من از کجا بدیگم که یه شاهد رو قبول نداریم؟ دیتنان ما خوندیم تو توسفتا. آمر ربی شیمون، ربی شیمون میفرماید معسه بیمگورا شل دیسقیم، یک برکه آبی بوده که به عنوان میقوه ازش استفاده میکردن، یا در محل دیسقیم یا مال شخصی بوده به اسم دیسقیم به یونه تو یونه. شهایتا اومدت به خزغت شلما، که خزاقا داشته که این میقوه درش 43 آب داره و میقوه کاشریه. اوماده دو و بعد از زمانی میان اندازه‌گیری میکنن و نیمست خسرا، میبینن این میقوه توش 43 آب نداره. کل تهارت شنعسو الگبا، هر چیزی که توسط این میقوه تاهر شده بوده، چه شخص چه شیعه ها، قبل از اندازه گیری هایا ربی طرفان متهر، ربی طرفان میگفته تاهره و ربی عقیبا متمه، ربی عقیبا میگه نه اینا تاهر نشده و تامست. آمر ربی طرفان میفهمید ربی طرفان نگاه بکن، میقوه زه به خزقت شالم هو اومد، در ابتدا این میقوه خزاقه داشته که کامله و درش 43 آب بوده. میصافق عطابال خسرو، حالا ما شک داریم که آیا این کی خاسر شده؟ علت خسره نو میصافق، چون که اینجا خزقت شالم داشته 43 آب بوده، نمیتونی از روی شک بگی بله این خاسر شده و از قبل بخوای پاسولش بکنی. به حساب ما یه شکی داریم که تموم مدت دینش چی بوده، میصافق نمیتونی بگی کامل نبوده. از اون طرف آمر ربی عقیبا آدم زه به خزقت تامه و اومد، تو میری رو خزاقای میقوه میری که میقوه کامل بوده. بیا من بهت بگم این شخصی که رفته تو این میقوه تویلا کرده، خزاقاش این بوده که این طرف تامه است. میصافق عطابال تهرو، روی صافقی که آیا این شخص طاهر شده یا طاهر نشده میخوای بگی طاهر شده. علت طاهر انو میصافق، از روی صافق نه طاهرش بکن. آمر ربی طرفان، ربی طرفان میگه نگاه بکن، ماشال اومد او مقریب الگبه هم میز بیخ. بیا من مثال برات بزنم، مثل یه کوهنی که وایساده داره بالای میز بیخ قربانی میاره، و ندع شهو بن گروشا او بن خلوتا، بعدن میفهمه که بله این کهنه بن گروشا و بن خلوساست، پدرش با یک مطلقه یا به یک شخصی که خلیسا گرفته ازدواج کرده و این تموم مدت نمیتونسته عبادا بکنه. با این وجود میگیم شو عبادا تو کشرا، عبادایی که قبلن کرده میگیم کاشر بوده، از الان به بعد دیگه عباداش پاسوله. آمر ربی عقیبا، ربی عقیبا میگه ماشاءالله اومد و مقری و الگبه هم ایز بیخ. بیا من برات مثال بزنم به چی شبیه، مثال شخصی که ایستاده داره باره میز بیخ قربانی میاره، به ندع شهو و علموم، میان بهش اطلاع میدن که آقا تو عیب داری، تو نمیتونی عبادا بکنی. شه عبادا تو پسولا، که عبادایی که قبلنم کرده میگیم پاسوله. آمر ربی طرفان، رفت طرفان میگه نگاه بکن، اتا دیمیتو لب علموم، تو این میقوه رو داری مقایسه میکنی با یک کوهنی که درش عیب افتاده، و انی دیمیتیو لبن گروشا و لبن خلوصا، من دارم مقایسهش میکنم با کوهنی که بهش اطلاع میدن پدرش رفته با مطلقه یا با خلیصا گرفته ازدواج کرده و کوهن خلاله. نیر اه لمی دومه، بیا ببینیم به کدومش شبیهه.
ای دومه لبن گروشا و لبن خلوصا. اگه این میقوه ما که کامل بوده و حالا خاصره، اگه شبیه به یه کوهنی که داشته عبادا میکرده بهش میگن تو بن گروشا بن خلوصا هستی، سو ندونه نو که بن گروشا او که بن خلوصا، یا قضاوتش بکنیم مثل بن گروشا بن خلوصا، بگیم بله این میقوهه کاشر بوده، از کی فاصول شده؟ از بعد از اندازه گیری. مثل بنگروشا بن خلوصا که میگیم عبوده که قبلا کرده کاشره، از الان به بعده که دیگه نمیتونه عبوده بکنه. ایم دومه لبعلموم، اگه این میقوه شبیه به بعلموم، ندونه نو که بعلموم، قضافتش بکنیم بگیم مثل بعلموم میمونه. بعلموم تا بهش بگن تو بعلمومی، عبودایی هم که کرده بوده عبوداش پاسوله، یعنی میقوه هم بگیم از قبل پاسول بوده. هیتخیل ربی عقیوا لادون، شروع میکنه ربی عقیوا توضیح دادن، میگه نگاه بکن، میقوه پسولو به یاخید، یک شاهد کافیه که بگه این میقوه 40 سال توش آب نداره و میقوه پاسوله. او با علموم پسولو بیاخید، همینطور یک شاهد میاد شهادت بده روی کوهن، میگه آقای کوهن تو با علموم هستی، قبولش داریم. و ال یخیخو بن گروشا او بن خلوصا چه پسولو بیشنعیم، ولی اینجا جلو نکش وقتی بخوان بیان شهادت بدن آقای کوهن شما خلال هستی، پدرت رفته ازدواج کرده با مطلقه یا خلیصا گرفته، اونجا دو تا شاهد لازم داریم. داوار اخر، یه طریقه دیگه بیا من بهت بگم، میقوه پسولو به گوفو، میقوه اشکال از خود میقوه هست، به علموم پسولو به گوفو، همینطورم کوهنه اگه به علموم باشه اشکال از کوهنه است. ولی و خیخو بن گروش و بن خلوصاش پسولو من اخریم، اینجا نکش تو کار کوهنی که پسر یه بابایی که رفته با مطلقه یا خلیصا گرفته ازدواج کرده که پسولش از کجاست؟ از دیگرانه، به خاطر مادرشه. آمرله ربی ترفون، ربی ترفون اینجا اعتراف میکنه، میگه بله عقیوا کل ها پرش میمخا که پرش مین ها خاییم، هر کسی که از تو جدا بشه اومده خودش از زندگی جدا کرده. حرف تو قبول میکنم که بله اینجا یه شاهد اگه اومد گفت این میقوه پاسوله، پاسول میشه این میقوه لمفریه. های و علموم شپسولو بیاخید هی خیدامی، این که گفتیم یه بابایی میتونه بره بگه آقای کوهن تو به علموم هستی و یه شاهد رو گفتیم قبول داریم، اینجا موردش چیه؟ ای دقا مخ خیشله، اگه کوهنه داره اینجا شاهده رو تکذیب میکنه، میگه چی میگی تو من به علموم هستم، دروغگو، بر پیکارت. میمه همان، آیا یک شاهد رو ما قبول میکنیم؟ اعلاد شاتیق، پس حتما اینجا کهنه سکوت کرده. او دکواته گبه بن گروشا او بن خلوصا، همینطور شبیهش وقتی دو تا شاهد، گفتیم برای بن گروشا بن خلوصا دو تا شاهد لازم داریم، وقتی دو نفر بیان شهادت بدن تو بن گروشا بن خلوصا هستی و کهنه ده شاتیق، اونجا هم باید بگیم کهنه سکوت کرده و قاتانی، و داریم میگیم میقوه پسولو بیاخید او به علموم پسولو بیاخید، میقوه توسط یه شاهد پاسول میشه و به علموم هم توسط یک شاهد پاسول میشه. و ال یخی اخ بن گروشا و بن خلوصا شه پسولو بشنعیم، و نکش تو کارین مورد بن گروشا بن خلوصا رو که اونجا دو تا شاهد داریم که بگه این کهنه بن گروشا بن خلوصا است. و از اینجا داره راوا رعیا میاره، اگه یه شاهد اومد گفت آقای کوهن تو بن گروشا بن خلوصا هستی، ما قبولش نمی کنیم، حداقل باید دوتا شاهد داشته باشیم که بگه آقای کوهن تو بن گروشا بن خلوصا هستی. پس سر ایشتو زانتا، زن تو زنا کرده، حتی اگه شوهر سکوت میکنه باید هنوز دوتا شاهد داشته باشیم. و ابی عمر، و ابی میگه نبا جون، یه شاهد رو قبول داریم که بگه زن تو زنا کرده، لعلام دقا مخ خیش ل،
من میتونم یاد بگیرم اینجا روی شاهدی که میاد میگه آقای کوهن تو بعلموم هستی، کوهنه اینجا داره اعتراض میکنه، او دقا امرت امعی مهمان، و گفتیه اگه کوهنه اعتراض میکنه چرا یه شاهد قبول میکنی؟ بهت بگم چرا. دامرله شلخ اخوه، یه شاهده میگه کاری نداره، آستینت بزن بالا، دستو نشون بده، من میگم تو بعلمومی، تو داری من تکذیب میکنی، خیلی راحت آستینتو بزن بالا میبینیم بعلموم هستی یا نیستی. نمیزنه بالا، یه شاهد رو قبول میکنیم. پس چون اینجا خیلی راحت میشه فهمید که آیا شاهد راست میگه یا نه، یه شاهد رو قبول داریم. با اینو دقاتانی اینه که گفته ادامه برایتا میقوه پسولو بگوفو، او بعلموم پسولو بگوفو، میقوه خودش پسول میشه و بعلموم هم پسولش یه پسول شخصیه، یعنی به راحتی میتونه ثابت بشه. و عل یخیخ بن گروشا بن خلوصا شپسولو مأخریم، نکش تو کار بن گروشا بن خلوصا رو، که اون پسولش از یه چیز بیرونیه که منظور بخوای پیدا بکنی که آیا واقعا مادر این بن گروشا بن خلوصا بوده یا نه راحت نمیشه فهمید. او بن گروشا او بن خلوصا دعواتو کشرا مینالان، این که رب طرفان گفت بن گروشا بن خلوصا عوده هایی که قبلا کردن کاشره، از کجا میدونیم؟ آمر اب یهود آمر شموئل دامر قراب پاسوخ داریم، و های تالو اول زرع و احراب باشد برای او و نسل بعد از او برید کهونت علام بن زرع کاشر او بن زرع پاسول، فرق نمیکنه چه نسل کاشر چه نسل پاسول. و البته پاسوق نمیتونه معنی بده که لختخیلا یه شخص پاسول میتونه عبادا بکنه، بلکه اگه رفت و عبادا کرد بعدن فهمیدیم که پاسوله، میگیم عباداش کاشره. ابو هادشمول امر مهاخا، ابو هادشمول از اینجا یاد میگیره، مشربن اومد به شبت لوی گفت باره خشم خلو اوفو الیاداو تیرسه، یعنی افیلو خولین شبو، حتی عوداهای کوهنهای خالال هم تیرزه، اونم مورد رضا قرار میگیره به دیوید. ربیه نیامر مهاخا، ربیه نیمیگه از اینجا اوبات الها کوهن اشر یهیه بیامیم هاهم پرشاد بیکوریم، پاشو برو پیش کوهنی که در دوره خودته. گمار میپرسه وخی تعله ال دعتخا، آیا ممکنه تو فکر کنی ش آدم هلخ اتسل کوهن شلو هیا بیاماو، که شخص بتونه بره پیش کوهنی که در دوره خودش نیست؟ یعنی چی که کوهنی که دوره خودته؟ الازه کاشر و نیت خلل، این پاسوق میخواد به ما یاد بده که حتی اگه کوهنی کاشر بوده و بعدن میفهمیم که این پاسول شده، هنوز این کوهن خونده میشه و عبودایی که کرده بوده کاشره. و علموم ده عبوداتو پسولا، این که گفتیم به علموم عبودایی که قبلن کرده پاسول، از کجا میدونیم؟ مینالان آمر ویود آمر شموئل ده آمر قرا لاخن مر، پاسوق میفرماید بنابراین بگو هیننی نوتن لو ات بریتی شالوم، اینک من به او منظور پینخاس عهد شالوم میدم، کشهو شالم وقتی که کامل باشه، ولو کشهو خاسر و نه وقتی که کامل نباشه. که ما میگه یعنی چی شالوم و ها شالوم کتیب، تو میگی شالوم یعنی شالم کامل باشه، اینجا شالوم با واو نوشته شده. آمرم نخمان وافده شالوم قطی آهی، اگه برید پاراشای پینخواست رو نگاه بکنید ابتدای پاراشا اینه نینوتن لوت بریتی شالوم، واو شالوم بین واوه یه فاصله هست، یه یوده و بعد پایینش کشیده شده، که به ما یاد بده کوهن برای عبودا باید شالم باشه کامل بی عیب. شروع میکنیم دف سامخ زین عمود الف و از سامخ واو عمود بت میشنا، قسمت اول میشنا کل مقوم شیش قیدوشین و این اورا، این قانون های کلی رو رباطه باید حفظ بکنید، هر وقت که قیدوشین قیدوشین خوبیه و درش هیچ خطایی نیست، هولاد هلخ اخر هزاخار، فرزندی که به دنیا میاد دنبال پدر میره، و ای ز زو
و مثالش چیه؟ زو کوهنت لویا و اسرائیلیت شنیسئو لکوهن لوی و اسرائیل. اگه یه دختر کوهنت یا دختر لویا یا دختر اسرائیل رفته ازدواج کرده با یا مرد کوهن و یا مرد لوی و یا مرد اسرائیل، بچه‌ای که به دنیا میاد دنباله پدر میره، پدر کوهنه بچه کوهن، پدر لوی بچه لوی، پدر اسرائیل بچه اسرائیل. قانون کلی دوم، و خول مقوم شیش قیدوشین و یش عبرا، جایی که قیدوشین هست، قیدوشین خل میشه ولی اینجا خطا صورت گرفته، هولد هولخ اخر هپاگوم، بچه میره دنبال هر کدوم یک از پدر مادری که عیب داره. و ای ز زو، و چیه این مثالش؟ زو المنال کوهن گادول، مثلا رفته یه زن بیوه با کوهن گادول ازدواج کرده، بچه میشه خالال. گروشا و خلوصا لکوهن هدیوت، یه کوهن معمولی رفته با مطلقه یا خلیصا گرفته ازدواج کرده، بچه میشه خالال. ممزرت اون تینا لیسرائل، یه دختر ممزر یا ناتین از نسل گیوانیا اومده رفته با مرد اسرائیل ازدواج کرده، یا بت اسرائیل لممزر و لناتین، یه دختر اسرائیل رفته با ممزر یا ناتین ازدواج کرده، که اینجا قیدوشین خل میشه ولی عبراس، بچه یا میشه ناتین یا ممزر. هر کدوم یک از پدر یا مادر یا ممزر یا ناتین که باشه، بچه میشه یا ممزر یا ناتین. پنه یهوشوع میگه این که گفتیم المانال کوهن گادول بر نمیگرده رو این که ما دنبال اون شخصی که عیب داره میریم، چون اینجا نه کوهن گادول عیبی داره نه المانای عیبی داره، بلکه این المانال کوهن گادول اگر همراه موردهای دیگه ذکر شده. به خول میشه ان لا آلاف قیدوشین، کلال سوم، اگه شخصی باش قیدوشین خل نمیشه، مثلا خیاوه کارت اولیش لا ال اخرین قیدوشین، ولی این زنه میتونه با دیگران قیدوشین بکنه. هولاد ممزر، بچه میشه ممزر. و ای زه زه، و مثالش چیه؟ زه هبا الاخت میکل ها عرایوت شبتورا، این شخصی که رفته با یکی از عرایوت تورا رابطه داشته، با خواهرش، با دخترش، با خالش، امثال هم، این دخترش، خواهرش، خالش میتونستن با دیگران ازدواج بکنن، ولی با این اروا حساب میشه، بچه میشه ممزر. کلال چهارم، و خول میشه این لا لو علا و ولو الاخرین قیدوشین، اگه شخص نمیتونه با این ازدواج بکنه و این شخص نمیتونه با کسی دیگه هم ازدواج بکنه، هولاد کموتا، بچه میشه مثل مادر. و ای زه زه، مثالش چیه؟ زه ولد شیفخا و نخریت، بچه کنیز یا غیر اسرائیل، مرد اسرائیل اگه بره با اینها بچهش چی میشه؟ میشه گوییم. کل مقام شیش قیدوشین، قسمت اول میشنا داشتیم که هر جا قیدوشین خل میشه و عبرایی در کار نیست، ما میریم دنبال پدر. آمر لربی شیمون لربی یوحنان کلالهو، چی این قانون کلیه؟ دخول مقام شیش قیدوشین و این عبرا حولت هلخ آخر از آخر، که هر جا قیدوشین خل میشه و خطایی در کار نیست، ما دنبال مذکر میریم، منظور دنبال پدر میریم. هره گر شناسا ممزرت، اومدیم و یه گر رفته با یه ممزرت ازدواج کرده، دیش قیدوشین و این عبرا، گر با ممزرت قیدوشین خل میشه، خطایی هم انجام ندادن. حولت هلخ آخر هپاگوم، با این وجود به جای که بگیم بچه اینجا کاشره، بچه اینجا ما میگیم دنبال پاگوم میره، بچه ممزرته. دتنیا، همونطوری که ما خوندیم تو برایتا، گر شناس ممزرت هولاد ممزر، گر رفته با ممزرت ازدواج کرده، بچه میشه ممزر. دیوره ربی یوسه، طبق گفته ربی یوسه رشی بالا، دگر موتار به ممزرت، گر مجاز بره با ممزرت ازدواج بکنه لربی یوسی، طبق ربی یوسه دامر قهل گریم لو میقره
قهل، گر جزء قهل اسرائیل حساب نمیشه، لغمان به پرق بطرا. پس اینجا سواله، چرا وقتی یه گر میره با یه ممزلت ازدواج میکنه بچه کاشر نمیشه؟ اینجا خطایی نکرده؟ میفهمید آمله می صبرت متنیتین ربیوسهی، تو فکر میکنی که میشنه ما طبق شیطای ربیوسه میره که گر مجازه بره ممزلت بگیره؟ نه بابا جان، متنیتین ربی یهوداهی، میشنه ما طبق ربی یهودا میره. دامر گر لویسا ممزلت، که میگه گر نمیتونه با ممزلت ازدواج بکنه. قهل گریم، ربی یهودا میگه ایقرو قهل، اینا جزء اسرائیل حساب میشن، نمیتونه بره با ممزلت. و یش قیدوشین و یش اورا، بنابراین اینجا که رفته گر با ممزلت ازدواج کرده، قیدوشین خل میشه، ولی خطا کرده، نباید بوده بره با ممزلت. بچی میشه حولت هلخ اخر هپاگوم، بچه ای که به دنیا میاد طبق قانون کلی دوم میشنامون دنبال اون عیب داره میره، مادر ممزلت، بچه میشه ممزلت. گمان میپرسه خب به نیتنه، اگه اینطوره اینو جزء مثال بنویسه تو کلال دوممون که اگه رفت یه گر ممزرت گرفت، بچه میره دنبال پاگوم، دنبال مادر که میشه ممزر. میگه تانا کل ما قومده سیفال اتویه، وقتی تو سیفا قسمت دوم میشنه اومده گفته هر وقت کلی اومده گفته که بره یه ازدواجی باشه که قیدوشین خل بشه ولی عبرا باشه، بچه میره دنبال اون شخصی که عیب داره، این اومده لطویه، این هم شامل بکنه که اگه گر رفت با ممزرت بچه میشه ممزر. و ای بایی تیمایی، اگه بخوای بهت میگم نگاه بکن، لعولم ربی یوسه هی، من میشه میگم میشنای ما ربی یوسه است، که گر اگه رفت ممزرت گرفت خطایی نکرده و با این وجود بچه ممزر میشه. و تانا ایزو زو، وقتی تو ریشا اومده گفته مثال ما چیه؟ گفته وقتیه که یه کوهنت، لویا و اسرائیلیت بره با مرد کوهن یا لوی لا اسرائیل، اینه که مثال قسمت اول میشنائه لمی اوته ای، میخواد بگه شامل نمیکنه اگه یه گر رفته ممزرت گرفته، با وجود که اونجا قیدوشین هست و عورایی نیست بچه ممزره. پس وقتی توش نداره میگه کل هر وقت رفت قیدوشین خل شد و عورایی در کار نبود، این قطعی نیست، استثناش اینه که گر رفته ممزرت گرفته و بچه ممزره. روی این جواب گمارا که ایزوزو اومده یه مورد دیگر رو تو میشنا بگه شامل نیست، که ما رو چند تا سوال میپرسه. و ایزوزو و طولو، آیا موردهای دیگه ای نیستن که جزء این کلال میشنای ما بشه ولی ایزوزو بیاد بگه ما اینا رو شامل نکنیم؟ آی و هر خالال شناسبت اسرائیل، اومدیم و کوهنی که پدرش رفته با متطلقه یا خلیسا گرفته بچه شده خالال، رفته ازدواج کرده با بعت اسرائیل، دیش قیدوشین و این عورا، که اینجا قیدوشین خوبیه، خطایی هم نیست، حولاد هلخ آخر هزاخار، و اینجا پسری که به دنیا بیاد دنبال پدر میره، پدر خالال بوده بچه میشه خلالا. پس میبینیم که تو میشنای ما موردهای دیگه هم هست که ایزوزو میتونه اونها رو شامل بکنه و تو میشنا ذکر نشده. گمان میگه حالو قشیا، این سوال نیست، به خاطری که کربی دوستایبن ربی یهودا سویرا له، تانای میشنای ما مثل ربی دوستایبن ربی یهودا میره، که رشی میگه بنوت اسرائیل میقوه تهرال خلالین و بیتا کشرال کهونا، وقتی بیاد یه خلال با دختر اسرائیل ازدواج بکنه، بچه ای که به دنیا میاد کاشره بره با کوهن ازدواج بکنه، بچهش خلالا نیست. پس اینجا بچه ای که به دنیا میاد دنبال پدره نمیره،
پدر خلال بوده، بچه داره میشه کاشر. به خاطر همین تو میشنا ننوشته و هر اسرائیل شناسا خلالا، که من میگه خب اومدیم و یه اسرائیل رفته یه دختر کهن خلالا گرفته، پدر این دختره کهن بوده، رفته با مطلقه یه دختر رو برده، یه اسرائیل رفته با این دختر خلالا ازدواج کرده. دیش قیدوشین و این اورا، اینجا قیدوشین خوبیه، خطایی هم نیست. هولد هولخ آخر هزاخار، و بچه‌ای که به دنیا میاد دنبال کی میره؟ دنبال پدره میره، پدره کاشر. بچه‌ای هم که به دنیا اومده کاشر. چرا اینو میشنا ذکر نکرده؟ میگه تانا کل ما قم در ریشا لعتویه، تو ریشا که اومد گفت هر جایی که ازدواج هست و خطایی نیست بچه دنبال پدر میره، اومده داره اینو شامل میکنه، اسرائیلی که رفته خلال گرفته رو شامل میکنه. که ما میگه خب به نیتنه یه به هدیا، خب بیاد به فروش بگه اینو تو میشنا بگه، اگه یه اسرائیل رفته خلال گرفته بچهش کاشره. که ما میگه میشوم دلو میتنه لاه، به خاطری که به راحتی طریقی که رشی یاد میگیره مختصر نمیتونه این تو میشنا نوشته بشه. هیخی نیتنه، چطور بنویسه میشنا؟ کوهنت اولویا و اسرائیلیت و خلالا شنیست لکوهن لوی و اسرائیل. اگه یه دختر کوهنی، دختر لوی، دختر اسرائیلی یا خلالایی بر ازدواج بکنه با کوهن و لوی و اسرائیل، اگه اینطوری بنویسه و خلالا لکوهن میخز، یا چی؟ خلالایی یعنی میتونه حتی بره کوهنم بگیره، در صورتی که خلالا برای کوهن شایسته نیست. و چون مختصر نمیتونه بنویسه اینو تو میشنا ننوشته. گمارا یه سوال دیگه میپرسه روی این ایزوزو ریشا، که آیا موردهای دیگه ای نیست که بتونه شاملش بشه؟ و هایی کاد ربا بربر خانا، آی مورد ربا بربر خانا رو داریم. دامر ربا بربر خانا مربی و خانان میتری شنی شناسا میتری تریشونا. اگه یه مرد یسری دوره دوم، یعنی پدرش رفته بوده گر شده بوده، خودش پدره بوده میتری ریشون، پسره هم گره، رفته ازدواج کرده با یه میتری ریشونا، یعنی زنه دوره اول گروته، پدره دوره دوم گروته. حالا ما میدونیم تورا گفته دوره سوم میتری میتونه بیاد اسرائیل بشه و قشنگ با اسرائیل بره ازدواج بکنه. حالا این دوتا با هم رفتن ازدواج کردن، شناسا میتری توشونا بناه شلیشی هوه، پسری که به دنیا میاد میشه میتری شلیشی، میتونه بره با یه دختر اسرائیل ازدواج کنه 100%. پس اینجا یه موردی داریم که ازدواج کاشره، خطایی هم نبوده، مصری شنی مصری ریشون گرفته، خطا درش نیست و دنبال پدره داریم میریم، پدره مصری شنی بوده، پسره داره میشه مصری شلیشی. پس چرا اینو تو میشنا ذکر نمی کنه؟ تانا کل ما قم در ریشا لعتویه، میگه تو ریشا وقتی اومده گفته هر جا که ازدواج کاشر باشه خطایی نباشه، اینم داره شامل میکنه. اول رودیمی ده آمر شنیهوه، طبق رودیمی که میگه نه، این بچهی که به دنیا بیاد از میسری شنی و میسری ریشون، میتریت ریشون، بچهش میشه شنی نه شلیشی، بلکه میشه مصری دوره دوم و آسور بره بت اسرائیل بگیره. تانا ایزوزو لمی اوته، این که اومده گفته چه ازدواجی هست که کاشره و خطایی درش نیست؟ فقط اونایی که ذکر کرده و نه مصری شنی که رفته مصری ریشون گرفته، اونو شامل نمی کنه.
اینجا حالا گمارا میاد یک سوال کلی میپرسه روی میشنامون که گفته بودیم وقتی قیدوشین خل بشه و خطایی نباشه ما دنبال پدر میریم. گمار میپرسه و هایی کاد خیاتا راوین. مورد دیگه هست وقتی راوین اومد با بلعام ربی یوحنان از قول ربی یوحنان بازگو کرد با اوموت در اوموت ها علام هلخ آخر هزاخار ما دنبال پدر میریم. پدر چینیه، مادر ژاپنی، بچه میشه چینی. نیتگیه رو اگه اومدن و دوتاییشون گر شدن و بعدن ازدواج کردن با هم هلخ آخر هپاگوم میشه به نهم، ما میریم دنبال اون که عیبش بیشتره. آی این کاملا برعکس قانون کلی اول میشنامونه که قیدوشین خوبیه، خطایی هم درش نیست و دنبال پدر نمیریم. ما رو جواب میده تانا ایزو زول معوته. این که تانا تو ریشا اومده گفته ایزو زو چه موردهایی هست که قیدوشین کاشره و بچه دنبال پدر میره، اینه و خواسته شامل نکنه وقتی که از اقوام میرن گر میشن و با هم ازدواج میکنن. پس ربوتای اگه یه گر بره با ممزرت ازدواج بکنه طبق رب یهودا قیدوشین هست، عورا هم هست، بچه میشه ممزر. وقتی تو سیفا اومده میکل ماقوم گفته اومده اینو شامل کرده. طبق رب یوسه گر اگه رفته با ممزرت قیدوشین هست، خطایی هم نیست، بچه میشه ممزر. ای باید بچه کاشر باشه. وقتی تو ریش آمده گفته ایزوزو اومده اینو شامل نکرده. قانون دیگه ای که تو میشنا ذکر نشده اگه خالال رفته ازدواج کرده با بت اسرائیل طبق تانقما بچه دنبال پدر میشه خالال، طبق ربی دوستای بچه کاشره مثل مادر. میسری شنی اگه رفته ازدواج کرده با میسریت ریشونا، ازدواج مجاز طبق ربا ببرخنا بچه میره دنبال پدر میسری شلیشی حساب میشه، طبق رب دینی بچه میره دنبال مادر میشه مصری شنی. اگه از دو تا قوم مختلف اومدن گر شدن و با هم ازدواج کردن ربی یوحنان گفت بچه میره روی اون که عیبش بیشتره.